بشین. دارن شیشه رو میشکنن. نشو کنید بذاریم برم. وایسین نکنین. مگه اینجا سر گردن است دارین چی کار میکنین؟ چه خبره؟ بچه های آمبولانس رو گرفتن. این در رو باز کن دایی. شریف دایی چه غلطی میکنی عوضی؟ دایی تو آدمی؟ اگه این در رو نشکنم و شما رو نکشم آدم نیستم. بابا چی کار کنی؟ نکنه میخوای بذاری همونجا مخفی بشن؟ یعنی مجازات نمیشه؟ حق با توه. اینجوری نمیشه. باید یه کار دیگه ای بکنم. ای بسه. بله آقا. برو انبار دو لیتر بنزین برده بیار. بنزین؟ باشه آقا. بابا با بنزین میخوای چی کار کنی؟ نترس پسرم، نترس پسرم، از اینجا میریم، نترس، چیزی نمیشه، نترس عزیز. دکتر اینا دیوونه شدن؟ چیزی نیست، شما نگران نباشین، آروم باشین، یه راهی پیدا میکنم از اینجا میریم، نگران نباشین. آخ کار من نبود. جمال. بله آقا. بیا اینجا. به خدا من کاری نکردم. زود باشی اون سطل آشغالو بیارید بذارید پشت آمبولانس. صداشون قطع شد. چی کار میکنن؟ زود باشید، زود باشید. زود باشید، زود باشید. زود باش بینم داری چی کار میکنی مرده که تقاصه این کارتو پس میدی شریف. یعنی تو دخالت نکن. ما هیچ چی سرتون نمیشه. زود باشیم بینم. آوردن آقا. بریز عوضی نانجی. دیده شده در استدیو جم. دارن چی کار میکنن؟ میخوان آتیش بزنن. دکتر دارن چی کار میکنن؟ دارن بنزین میزن. دکتر باید زود بریم بیرون یه کاری بکنی. خیلی خب باشه شما بشینین. شما بشینین 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 بشین. تو به بیمار برس. به خشکی شانس، به خشکی شانس در رو با زنجیر قفل کردن. برو کنار. خشکی شانس. معلوم هست دارین چی کار میکنین؟ برای اینکه نتونیم بریم بیرون پشت در سطح آشغال شهرداری گذاشتن. شریف داری چی کار میکنی؟ خود خلط نکن دایی. این کاری که میکنی کار یه مرد نیست. آتیشش بزن. دود بزن. دود بزن. اگه شعله برسه به داخل چون کپسول اکسیژن داریم ممکنه منفجر بشه. یه کاری بکنیم دکتر.
اینا باید بمیرن، باید تو آتیش بمیرن، باید بمیرن. ایلول قول داده بودی گفتی نمیای جلو، بیا اینجا. داری چی کار میکنی؟ زود باشین این آتیشو خاموش کنین. این کارتون جرمه، تو آمبولانس بیماره. وقتی همتون رو انداختم زندان اون موقع میفهمی یعنی چی. دکتر داره خون بالا میاره. زبونشو در بیار، داره خون بالا میاره. توراکسوپی رو انجام میدین، همونطور که گفتم دنده ها به کبد آسیب رسونده، داره خون بالا میاره. دستگاه رو آماده کنی. نمیگم چرا نداریم، چون تو کارا بوجاک هستی. اونو بده من، زود باش. آب بریز توش، بذارش اینجا، بذار اینجا. طاقت بیار. اون بیماری که میگی یه عوضیه، به دختر محلمون دست رازی کرده. اینجا قوانین تو محل و من مینویسم. تو کی هستی دیگه؟ میخوای جلوی پلیس رو بگیری ها؟ شما عقلتون رو از دست دادین چیتین. اینو بگیر دکتر. کورت داخله. خیلی خوب، اونو بذار زیر تخت بیمار. شما ها دارین چی کار میکنین؟ عقلتون رو از دست دادین؟ ای وایسا ببینم کجا. برو کنار ببینم وگرنه گردنتو میشکنم. واقعا؟ چی شد آبجی پاستوریزه؟ میکروفونو که دیدی ساکت شدی؟ این حرفا اینجا خریدار نداره. ادب داشته باش، نذار صورتتو خط خطی کنم. خوبه، مریض برگشت. کجا فرار میکنین عوضی ها؟ فرار نکنین، فرار نکنین. کمک کنین. یعنی اینجور کمک کنین. خوبی؟ خوب. موسیقی
فرار کن، فرار کن. بیا بیا، ماشین اینجاست. بیا بیا. گممون کردن؟ آره گممون کردن. اون دختر کمرمونو شکست. دیدی با همون چی کار کرد؟ بره گم شه عوضی. البته داداش، از یه طرف هم خوب شد، هم ما رو نجات داد، همون یارو رو. خیر باشه. ترسیدی؟ نترسیدم. اما چی میگی مرتی که؟ بگو ببینم، یعنی تو واقعا میخوای بیخیال اون بشی؟ طرفی که زدیم پلیس بود، بابا تو بقیه رو هم گرفتن. دیدی داشتن ما رو هم میگرفتن. الان دنبال چی هستی؟ دنبال دشمنمونم. حالا که گیر افتادی کارهای طرف رو فراموش کردی؟ اون دیگه دست پلیس هاست. الکی خودم رو تو درد سر نمیدازم. پس برو گم شو. ببین گفتم گم شو. من با امثال تو هیچ کاری ندارم. باره بابا. من کار خودم و خودم حل میکنم. تو خوبی دیگه؟ آره. جاییت که زخمی نشده؟ خوبم، چیزی نیست، چیزی نشد. اما ممکن بود بشه. اما نشد. بدون این که فکر کنی میری بین این همه آدم. دیگه همچین کاری نمی کنی ایلول. باشه، نمی کنم. خیلی خوب، خواهیم دید. خیلی مطمئن نیستم اما به خدا نمی دونم چی بگم. خدا ازتون راضی باشه. اگه شما نبودین معلوم نبود من چی می شدم. باشه، خودتون رو خسته نکنین. ما وظیفمون رو انجام دادیم. خیلی خوششانس بودین که با علیا صفر رو برو شدی. از هر دوتون ممنونم. خدا منو به خاطر بچم و زنم حفظ کرد. خاطر خودم نترسیدم، به خاطر این که اونا تنها میمونن. بعد جوری از دستتون عصبانی بودن. تا گناهکار رو پیدا نکنن همه تقصیرها رو میندازن گردن من. من زن و بچه دارم. با زن و بچه مردم چی کار دارم آخه؟ اون آبجیه بد اخلاقت نمیاد؟ آی خدا، نه نمیاد. میخواد چی کار کنه؟ میخواد بره پیش کسی که باعث مرگ باباش شده؟ اره دروغ میگه؟ مگه باباش به خاطر اون نمرده؟ نگه بچه ای من بود سری طلاقشو میگرفتم. اگه طلاق دادم به این راحتی ها بود بابا زودتر طلاقی داده بود. دهن منو باز نکن. نگران نباش دخترم، بعد از این فقط ساکت میمونم، اصلا حرف نمیزن. من همچین چیزی نگفتم. از قدیم گفتن گوشت آدم سنگینه. باور نمی کردم، راست میگفتن. دیگه بالای سرم شوهرم نیست، دیگه سقفی بالا سرم نیست، هیچ کس منو نگه نمیداره. آره میدونم. آخ وداد، آخ منو تنها گذاشتی رفتی. چرا الان اینو میگی؟ پول مغازه که دستته، منم یه چیزی میذارم روشی خونه برات میگیریم دیگه. چطوری میخریم ها؟ بابای سعادت رفت، همه پولا رو دو دستی تقدیم کرد به یه نفر دیگه. چی کار کرد؟ آره، هم پول هم طرف غیب شدن رفتن. مرتکه یه عوضی آب شده رفته تو زمین، برای تشییع جنازه هم نیومد، تلفنش هم جواب نمیده عوضی. بابام همه پولاشو داده به اون یارو.
همه شونو؟ آره به خدا، منم بدون پول ول کرد رفت. بابام همچین کاری نمی کنه. بله عزیزم. چی کار میکنی عزیزم؟ نگرانت شدم. مامانت بهتره؟ خوبه، یکم ناله میکنه، یکم غر میزنه، اما خوبه. به مرور زمان خوب میشه. تو چطوری؟ خوبم، یعنی خوب میشم. همه میگن به مرور زمان خوب میشی، میگن عادت میکنی، اما فکر کنم من تا آخر عمرم عذاب بکشم، چطوری میخوام خوب بشم؟ درست نمیشه، اما عادت میکنی. بهت قول میدم عادت میکنی. میخوای بیام پیشت؟ نه، تو بیمارستان بمون، منم کمک میکنم مامانم وسایلشو جا به جا کنه. باشه عزیزم، بعدن حرف میزنیم. خداحافظ. دکتر، از دکتر علی آصف خبر داری؟ نه، مگه چی شده؟ تو خبرها شنیدم تو محله دعوا شده، پلیس رفته، منم نگران شدم. در مورد چی حرف میزنی آزگل؟ مگه علی آصف کجاست؟ دکتر علی آصف تو خبرها بود، ندیدی؟ راجع به دعوای اون محله حرف میزنی؟ ببخشید یهو اومدم، موضوع جنجالی توجه ما جلب میکنه. رفته دنبال یه مریض، تو اون فاصله هم نمیدونم چی شده، اما مریضو نجات داده. نجات داده؟ این دیگه چه کاریه؟ علی آصف کی رفته دنبال بیمار؟ اونجا شو منم نمیدونم دکتر، تو خبرو هم یه جای بی ربطو گفتن. کارابوجاک بود؟ کجا؟ کارابوجاک. کارابوجاک؟ اونجاها خیلی مناسب دکتر علی آصف نیست. راستش من اصلا ترجم نکردم، اونجا دقیقا مناسب دکتر علی آصفه. قهرمان همه جا قهرمانه. داشتی میمردی، یه دو دقیقه راحت سر جات بشین پسر، دو دقیقه. واقعا؟ یعنی داشت میمرد؟ بگذاریم، روزتون بخیر. من واسه اینکه تو قهرمان بازی در بیاری زندت گذاشتم علی آصف. تو چرا این کارو میکنی؟ چرا منو عصبانی میکنی؟ چرا گورتو گم نمیکنی بری؟ چرا منو مجبور به این کارو میکنی علی آصف؟ بله دکتر. آماده دستور جدید هستی؟ گوشم باشم حسن. الان خیلی سریع میری دخترمونو پیدا میکنی میاری، فهمیدی؟ دختره چی کار داری؟ سوالای چرت و پرت نپرس. چی کار میخوایم بکنیم؟ گردنشونو میزنیم. این دختره همون دختره که من میشناسم دیگه. مگه چند تا دختر داریم که میخوایم گردنشونو بزنیم چنگیز؟ تو انجامش میدی یا نه این بار من نه. دوبله شده در ایلول این کارو میکنه. خب اونطوری امتحان کردیم نشد، اینطوری امتحان کردیم نشد. بذار یه بارم ایلول ببینیم، وقتی اونو از دستت بگیریم بازم میتونی قهرمان باشی؟ سوپرمن؟ برای مظنون نگهبان گذاشتین دیگه؟ آره. بله قربان، اونایی که بهتون حمله کردن به جز دوتاشون همشون خوبه. تو بازداشتگاه. تموم شد؟ چیزی نمونده، داره تموم میشه. اون خبرنگارای دم درم بفرست برن، همینطوری سرمون شلوغه، اونام جلوی دست و بالمون نباشن. چشم قربان، الان میفرستمش. زود باش. به زینم بچسبونم. خیلی خب، بلا دور باش. ممنون، نتونستیم شما رو از بلاتون نجات بدیم. هرچند شما هم با ما هیچ فرقی ندارین، وظیفه شما هم خیلی سنگینه. درسته، نمیدونم ما دنبال دردسر میگردیم یا دردسر دنبال ما میگرده، اما همیشه تو دردسر میافتیم. راستش خوش شانسیم، اگه همسر مزنون تو ماشین نبود نمیتونستیم به موقع برسیم. شانس؟ زنی که عاشقشم باباش به خاطر من تو این بیمارستان مرد. فکر نمی کنم خیلی هم خوش شانس باشه. خیلی متاسفم، غم آخرتون باشه. ممنون، بالا بدور باشه. ممنونم دکتر. راستی یه چیزی ذهنمو درگیر خودش کرده، یه سوال بپرسم؟ گرچه خیلی مناسب نیست، اما نمیخوام اشتباه برداشت کنین. بپرسین.
چرا پدرتون زیانور دنیزوغلو پسر خودشو پس میزنه و شما رو بزرگ میکنه؟ قبلنم به شما گفته بودم اگه بابام یه پسر دیگه داشت اینو حتما به من میگفت. اما ما یه سرنخایی داریم. ببینین بابای من آدم بدی نبود، اون همچین آدمی نبود که پسر خودشو پس بزنه. مریض وضعیتش نرماله دکتر، توموگرافیش هم خوبه. اگه نظر شما اشکالی نداشته باشه میخوام ازش بازجویی کنم. میتونین. ممنونم. ایلول کجاست؟ با من بیا. میتونم پرونده ودا تردم رو ببینم؟ متاسفانه نمیتونم پیداش کنم خانم. یعنی چی نمیتونین پیداش کنی؟ مثل این که گم شده. شماها منو مسخره کردین، دیروز اتفاق افتاده، چطوری گم شده؟ چیزه، چون هر روز مریضای زیادی میان اینجا، برای همین بعضی وقتا پرونده ها رو میخوام پرونده بابامو ببینم همین الان. گونر خان، پرونده ی ایلول خانمو بهشون بدی. اما دکتر زینب، انگار وقتی بخواین پیداش میکنین. آره؟ در مورد معالجه باباتون هر سوالی داشته باشین من میتونم کمکتون کنم. نیازی نیست، دنبال یه چیز خیلی ساده میگردم. از من بپرس عزیزم تا جوابتو بدم. دنبال یه چیز کوچیک میگردم که تو هم میدونی. اما نمیتونم پیدا کنم. میدونی به جای اون چی پیدا کردم؟ یه اشتباه ساده. یه تصمیم اشتباه. و این تصمیم بابای منو کشت. میدونم دیگه فایده ای نداره اما معذرت میخوام. معذرت میخوای؟ چیه؟ الان میخوای پیش همه گریه کنی؟ آره؟ این کارو نکنه ایلول. چی کار نکنم؟ من که کاری نکردم، چیزی نگفتم. بابای منو هیچ وقت فراموش نکن، خب؟ میدونم آدم ها فراموش میکنن اما تو فراموش نکن. از این به بعد برای هر مریضی که میخوای تصمیم بگیری اول بابای منو به خاطر بیار، به یاد بیار تا بابای من بی خودی نمرده باشه. فهمیدی؟ اگه کار تموم شده بریم. من بر نمیگردم بیمارستان، بهت گفته بودم دیگه اینجا کار میکنم. خودنی ایلول، لطفاً اینجوری بدون اینکه چیزی بگی نرو. چی بهت بگم؟ چی بگم ها؟ بگم علی یوسف بیا منو تنها نذار، بگم نمیخوام بیمارستانی که بابام توش مرده رو ببینم، اینا رو بهت بگم؟ نیست، نیست چیزی بگم. تو تصمیمتو گرفتی علی یوسف. ببین اگه اجازه بدی توضیح بدم بهم حق میدی، میفهمی چرا میخوام اینجا بمونم عزیزم. شاید اگه قبل از تصمیم گرفتنت به هم میگفتی میتونستم درکت کنم، اما الان دیگه خیلی دیره. کجا داری میری ایلول؟ باید پیش خواهرم باشم. مثل اینکه فراموش کردی بابامون مرده. تو خونه میبینم. میتونم کارشناساییتون رو ببینم؟ باشه پسرم، برو تو.
اصلا نمیخوام بیای. بله. سلام ایلول خانم، من سلطانم. سلام. با هم تو اتاق عمل بودیم، امیدوارم یادتون بیاد. بله یادم اومد، بفرمایید. میخوام راجع به یه موضوع مهم با اتون حرف بزنم. موضوع چیه سلطان خان؟ فکر میکنم رو در رو بهتون بگم خیلی بهتره. برای یه مریض میخوام با اتون مشورت کنم. مشورت من؟ راستش میدونم الان شرایط سختی دارین، باباتون رو تازه از دست دادین. خیلی خوب شما رو درک میکنم. خیلی ممنونم، لطف داری. مثلا فردا هم دیگر رو ببینیم، نمیخوام شما رو خیلی خسته بکنم. فردا نمیتونم، میشه من بعدن بهتون زنگ بزنم؟ باور کنین اگه خیلی اصراری نبود انقدر اصرار نمیکردم. باشه، پس فردا تو بیمارستان خوبه؟ باشه، خیلی ممنون، موفق باشین، روزتون بخیر. از مریض بازجویی کردی دیگه؟ آره؟ بله قربان، از مریض و زنش بازجویی کردیم، اما رفتار زنش یکم عجیب بود، انگار نمیخواست حرف بزنه. خب شرایط سختیه، شوهرش به همچین چیزی محکوم شده، کی دوست داره در موردش حرف بزنه؟ اونم درسته. بگذاریم، ما این کارو بذاریم به عهده دوستان، برگردیم سر کارمون. از اون اسباب بازی چیزی دستگیرتون شد؟ چند تا جا دیگه مونده قربان، بررسیش میکنیم. هیچی رو هیچ جا را دست ندین، حواستون به همه چی باشه، فهمیدین؟ خب دیگه بریم. برهان، ها؟ ما میریم. کجا میریم؟ میریم دیگه، پسرمو میبرم جایی که تو نباشی. چرت و پرت نگو، میخوام برم، دیوونه. من امروز جون تو رو نجات دادم، به کسی هم چیزی نگفتم. چی میخواستی بگی زن؟ چی میدونی که بخوای بگی؟ همه چیو میدونم، همه اون عکسای مستحجن رو تو لپتاپت دیدم. خدا میدونه با اون دختره چی کار کردی. سرتو ببرزن دیگه، من نمیخوام چیزی بشم و فهمیدی؟ حرف نمیزنم، اما به خاطر پسرم. نمیذارم به پسرم بگم بابات نانجیب بوده. من دهنمو باز نمیکنم، اما از اینجا میرم، تو هم دست از سرمون بر میداری. واقعا؟ آره واقعا، من همین الان پسرمو بر میدارم و از اینجا میرم. آجوا میری؟ تو فقط میتونی بدون من بری قبرستون، فهمیدی؟ آره فهمیدی؟ عمیجیو به پلیسا میگم ولم کن برم. بگو تا زبونتو ببرم، فهمیدی؟ زبونتو میبرم، اگه ساکت نشی خودم خفت میکنم. تو اون وقتی را بردی عوضی، تو افتوی شانس. اینجا چه خبره؟ سکسکه داره، وقتی سکسکش میگیره دیگه دست بردار نیست. حالتون خوبه؟ خوبه. شما چرا سرپایی؟ چی کار میکنی؟ دراز بکشی. توموگرافیتون خوب بوده، اما باید استراحت کنی. خب حالتون چطوره؟ به لطف شما بهترم. من کی مرخص میشم؟ این تصمیم رو ما نمیگیریم. یعنی چی شما نمیگیرین؟ میتونین این سوال از پلیسا بپرسین. اونا از کجا باید بدونن؟ من یه سر به بچه‌م بزنم. پسرم زود باش، زود باش بریم، زود باش. اینطوری با این عجله کجا داری میری؟ چی میگی؟ بچه‌م دستشویی داره، دارم میبرمش دستشویی. ولم کن. بی خیال، چرا انکار کردی ها؟ مامانمو ول کن.
کن، چی کار میکنی؟ ولم کن. اومدی گفتی بیاین من از دست شوهرم نجات بدین، بعدش هم انکار میکنی میگی شوهرم بیگناهه. مامانم رو ول کن. حرف بزن. هی تو فکر کردی کی هستی؟ تو اینجا چی کار داری؟ ولم کن دکتر، قضیه اونجور که شما فکر میکنی نیست. ساکت باش، اینجا بیمارستانه، هرچی که هست برای پلیسا تعریف کن. من نباید تعریف کنم، اون باید تعریف کنه. زلیخا حرف بزن، بگو که شوهرت با اون دختر جوون چی کار کرده، بگو شوهرت چه آدم نانجیبیه. زلیخا گفتم ساکت باش، اینجا بیمارستان، مؤدب باش، بیا بریم همه چی برای پلیسا تعریف کن. حرف بزن زلیخا، نباید سکوت کنی، این ناحقیه، این بی‌عدالتیه، شوهرت شیطانه. آروم باش پسرم، تموم شد، نترس نترس نترس، قربونت برم، نترس، تموم شد. اون دکتر بوره تو تشییع جنازه کنارت وایساده بود. اون اسم داره، ایازه، دوستمه. راستش خیلی شبیه دوست باهات رفتار نمی کرد. ببین منو الکی باهاش دوست نشی ها، بذار انگشتر دستت کنه بعد وایسه کنارش. چی داری میگی واسه خودت؟ یه ساعتی پیش که داشتی خودتو میکشتی، چی شد؟ الان داری به این فکر میکنی؟ خب مگه چیه؟ من مادرتم، البته که باید به فکر آیندت باشم. اسما گفت دارم میام، هنوز نیومده. اوه فجب دنیاییه، شوهر منو کشته، اون وقت اون برای ما قیافه میگیره، چی میشه گفت؟ گوش کن نسرین، تو رو به خاطر ایپک تحمل میکنم، اما تو هم حد و اندازه خودتو بدون احترام تا چه حد و اندازه ها؟ مگه دروغه؟ مگه شوهرت این کارو نکرد؟ تو اگه احترامی برای بابات قائل بودی از اون یارو شوهرت حساب پس میگرفتی. مامان آ، البته برای کی دارم تعریف میکنم؟ تو حساب جون مامان بزرگت هم از اونا پس نگرفتی، اون وقت منو سینجین میکنی که چی؟ پول خونشو گرفتم. گرفتی یا نگرفتی ها؟ بیا دخترت اینجاست بگو. آره که گرفتم، انکار نمیکنم، اما چندر قاز گرفتم. تو چی کار کردی؟ یه پول گنده گرفتی، سهامی بیمارستانو گرفتی، تازه با اون پسر آشغالش هم ازدواج کردی. زود باش از اینجا گم شو، برو زود، برو بیرون، زود باش. مامان جایی نمیری، این زنی که یه دقیقه هم اینجا نمیمونه. برو بیرون، گفتم برو بیرون. کجا بره آخه؟ باورم نمیشه هنوزم داری از اون دفاع میکنی، به خاطر این تو رو زنده به گور کردن. چه زود یادت رفت ایپک، به خاطر شوهر تو هم بابامون الان زیر خاکه، اونم از زندگیمون بیرون کنی، میتونی این کارو بکنی؟ آهان، حالا فهمیدی با کی طرفی؟ طوری دومتو میذاری رو کولتو از اینجا در. ساکت شو، کافیه دیگه. ساکت نمیشم. میخوام در مورد قوانین جراحی بدی چیزایی بگم. میدونم دکتر، باید زیاد کار نه دارم. کافی نیست، گوش کن. قانون اول این که اگه میتونی سرپا وای نستا، اگه وقت خواب داشتی سرپا نمون. خسته نباشین، یه ساندویچ مرغ و یه آب میوه میخواستم. البته منم هم همینو میخوام. قانون دوم، اگه تونستی بخوابی یه جا پیدا کن و استراحت کن. قانون سوم، در اولین فرصت غذا بخور و گرسنه نمون. هر دو رو من حساب میکنم، باشه. اما دکتر نشده در استدیو جی، هیچ وقت به رئیست اعتراض نکن، با کارت بدون تماس پرداخت میکنم، اینطوری هم راحت‌تر هم سریع‌تر. خب آخرین و مهمترین قانون، برای یه جراح زمان همه چیزه، برای همین باید به خودت اعتماد کنی و راه حل مناسب رو پیدا کنی و همیشه باید از اساتیدت الگو برداری کنی. از قدیم چی گفتن؟
هر کس باید تقاصه کار خودشو پس بده. ایلول خانم، حالا نوبت توه. معذرت میخوام، من میخواستم با سلیمان خان حرف بزنم اما احتمالاً اتاق اشتباه اومدم. نه نه بفرمایین، من دیگه تو اتاق بابام کار میکنم. انتخاب خوبی کردین. چطور میتونم کمکتون کنم؟ خیلی معذرت میخوام، خودم رو معرفی نکردم. سلطان کلیچ، جراح پلاستیک هستم. که اینطور؟ من با باباتون ملاقات کردم اما پیشنهادم خیلی توجهشون رو جلب نکرد. شاید توجه منو جلب کنه. خوبه، بفرمایید. ممنون. پس اگه من بگم فردا اینجا یه بمب بزرگ منفجر میشه، یعنی نمیدونم موضوع چی اما هرچی باشه بهش نگیم بمب. باشه، پس بگم یه پیشرفت بزرگ برای بیمارستان. از همین الان توجه همو به خودش جلب کرد. خوبه، خوشحال شدم. پس شما شروع کنین و بگین موضوع چیه. در ضمن چی میل دارین؟ آب. دو تا آب بفرستین اتاقم.